گفتم کلید بنداز. بزن بیشتر بزن. عمدن زنگ زدی همه بیدارشن؟ آره. کجا؟ وایسا. تو این خانواده رو بهتر میشناسی یا من؟ اصلا مخفی کاری ندارن، ولی بابام بگه چیزی مخفی بمونه همه میگن چشم. همه ای برای من وجود نداره، من یه باباتو میشناسم. قرارمون بابات بوده، قرارم هم گفتن به کریم بوستان. آراز بختشه توی این خونه و خانواده چند سال همه نگاه ها پر از شک و تردیده به بابام. باید همه بدونن، باید این نگاه ها برداشته بشه. کمک کن این اتفاق بیفته. چی میخوای بگی؟ بابا خواستم بسپارم دستتون. مگه تو حالا دستم نبوده؟ چرا برگشت خوردی؟ بدون اجازه شما جایی نمیرم بابا. گفتم چرا برگشت خوردی؟ فکر کنم آقا جور نیستیم ها. با اجازه. وایسا ببینم، وایسا. اگه من دنبال جور بودم باید بودم که جلوی بابام میگی. اونجا تو کلبه رسولم گفتیم به درد هم نمیخوریم. من باید وایسم اینجا بلرزم بشتفم چی شده یا بیاین تو خونه. آنا راز، اینجا یا تو خونه، من این بار رو سباک میکنم از دل بابا. تو بی خود میکنی. آه یواش، چه خبرته؟ اینجوری سمت یه خانوم حمله نمیبرن، جد شده. جفتتون تو خونه. گفتم جفتتون تو خونه. قرآن بیارید. میخواید حرف بزنم قرآن بیارید بذارید وسط. میخوام حرف بزنم، ولی میخوام حرفم همینجا بمونه. بوق و کرنا نشه، اطلاعیه روزنامه و حرف دهن مردم نشه. حرف داری؟ راز داری؟ بسم الله. اگه آقا کریم بوستان بگه راز بشه، راز میشه و رازم میمونه. راز میشه، اما اگه چپ چپ به لیلا نگاه کنی و لیلا چپ چپ به تو نگاه کنه، نمیخوام راز بشنفم نه چیزی رو وصول کنم. وصول؟ راز ما راز شماست. 200 میلیون پول گم شده اون سالاست. نگفتم میخوام از پول حرف بزنم. چرا 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 میخوای حرف بزنی؟ آیانم نزدی نزدی فدای سر لیلا. اما نگیم که با هم جفت نیستینا. جفتیم خیلی هم زیاد، پای همه وسط تکش. آراز، فقط یه کلوم بگو مدرک داری که حرف من حرف بوده؟ نه داشته باشم. دادگاه که هیچی، همسایه بغلی هم نمیشنفه. بس مدرک میخوای چیکار؟ میخوام پسرم باورم کنه. من باورت دارم آقا جون. باورم داری که امشب تو حجره یک چاوش بودی، پشت سرش تو میدون قدم زدی؟ باورم داری؟
راست میگه ستار؟ تا حالا توکل داده شد به دروغ گفته؟ زنگ زده به من میگه تبریک، میگم یا آخه تبریک چی؟ میگه صلح شده بینتون دیگه. صلحه؟ قدم زدین؟ میدونستونه گذاشته من جلوی همه خرابشم؟ گذاشتم تو جمع تنبیهشی. ما مال از دست دادیم، اما با منت و گردن کج نمیریم پسش بگیریم، استوار میریم جلو میگیریم، استوارم برمیریم. کی فهمیدی حق با من کریم بوستانه؟ یادداشت آقام پیدا کردم. چاوش پارش کرده سوزوندتش. کسافت. ای حرف دهنی تو بفهم. کسافته، کسافته، کسافت. کسافته که رفتی ازش با سیبیل گرفتی؟ حقمو گرفتم. کدوم حق؟ تو یا من؟ این چک رو نمیشد؟ کس نمیفهمی؟ پول میشد خونه؟ پول میشد ماشین؟ پول میشد؟ یه میشد واسه مادرم. من بلدم جون زنم و نجات بدم. با ماشین اجاره‌ای؟ قاطرون مرده، پانونش هم گوشه حیات افتاده. حکایت از اسب افتادنه، نه از اصل افتادن. حالا تو از کدومش افتادی نمیدونم که چک چاوش تو جیبته. چشه مگه چک چاوش؟ پس اندازتون واسه دونگ حجره بوده. سه دونگ حجره من مال شما. اون سه دونگ الان دیگه 300 دونگه. چند درصد حساب کردی مهندس؟ بسه بابا، بسه. الان همه چی اونجور که دلت میخواست شد؟ الان تنها چیزی که مهم نیست دل منه. قرارمون حرف حق بود که زدی. حرف حق و زدم و نزولشو میخواد. آراز والا داشتونم که چکشو خورده آبرو رو قیم میکنه. آراز مگه دروغ میگم؟ آراز بله برو به سلامت. حرفا هنوز تموم نشده. تموم شده وقتی داره تهمت نزول خوری به سفره بوستان میزنه. تهمت؟ کدوم تهمت؟ پسرت میگه 300 دونگ. سکو میدم کجا؟ اولا پسرتون، نه پسرت. دوباما بزرگتر کوچیکتری گفتم. سوما حرف و دعوای من با این حساب و کتاب نه به تو مربوطه نه به لیلا. شب این خونه که به صبح رسید آسد کمال و عزاز میاد اینجا میشینه، شما دوتا میشینین خطبه رو میخونه، میری چک جهاز از داداشت میگیری میذاری جیبت، میری زیر یه سبز زنشوهری زندگی میکنی، خلاص. چهار رو من حجره تو مال خودته، حجره توه. من اگه ورزه داشته باشم میرم حقمو از این چاوش یا میگیرم یا نمیگیرم، یه شی بالا یه شی پایین. خدا رو شاهد میگیرم اگه این الفت خانم نبود، اگه این بچه ستار نبم نبود، من این مال و دون کفتر میکردم، این پاچیدم تو صحنه امام رضا. پنجمن دیگه، پنجمن نداری. باز دوباره راه افتادی؟ کجا میخوای بری بابا؟ پی خیر. بمون همینجا تا صبح. نه شب بخیر. باز دوباره افتادیم تو بلای لجبازی. آبجی عاطفه تا الان به چاوش گفته میاد سراغم، نمیخوام اینجا پیدام کنه. دلم نمیخواد صبح لیلا زنم بشه بعد بگن باز خاطر دختر کریم بوستان دعاشتو فروختی، که فروختنی نیست. حق اینی بود که گفتم پای پرداختشم بایستدم. هیچ وقت اینو نمیگه. ده میگه. نه نمیگه، چون من زنت نمیشم.
دل شیکوندن بلدی، درست کردنش هم بلدی پسر بدری. آقا کریم بوستان قول داده این گوش به اون گوش نرسه، کیه که به قول آقا کریم بوستان شک کنه. من یه حلالت یه گذشتم بدری بشنوم دیگه سایم هم کسی نمیبینه. آقا کریم بوستان بالاخره یه روزی یه جایی یه وقتی باید این تلخی ها تموم بشه. شب بخیر. کار داری میکنی با این کمرت دلا شدی؟ بلند شو برو دیگه، تمومش کن دیگه. باش پاشو مادر من، پاشو میگم، پاشو. این چیه؟ چیه؟ ها؟ مبلغ نوشته روش. ننوشته. بس چی نوشته؟ نوشته تفرقه بین پدر و پسر، میفهمی؟ آره به تمرگه جا به حرف من گوش کن، توجه کن، تجزیه تحلیل کن. علی جان باشه. آها خب عاطفه رسول، عاطفه سلام داداش.
چی بگم که تکراری نباشم؟ تا حالا نشنیده باشی ازم چی بگم که حق مطلب ادا کنم؟ از مهتاب میگم، از مهتاب خیلی کم گفتم برات، راستش همیشه از مهتاب کم گفتم، حتی واسه خودم، چون میترسم چشم شور باشه، میترسم چشم بخوره. مهتاب یه دونه است، همیشه میگم مادر رو ببین، دختر رو بگیر. مزخرف میگن مهتاب نشبیه مادرشه، نشبیه خواهرش، نشبیه باباش، نشبیه هیچ کسی دیگه که من میشناسم. من عاشقشم، ولی این راز چندین ساله که شب و روز مشتری خواب و بیدارمه. گاهی باعث میشه زبونم لکنت بگیره، زبونم علکی به چرخه. امشب چرخید، به چونش قسم خوردم، بلر کردم ولی قسم خوردم. ولی این افشاگری تو اینطور نیست. زبون بگیر. این افشاگری باعث شد بعد از سالها جوری نگام کنه که با نگاش یادم بیفته کی بودم و کی هستم. همیشه پیش مهتاب یلاقبا بودم، چه وقتی که پول نداشتم، چه الان که دارم. هیچ وقت ازم ناامید نشد، حتی وقتی فهمید بچه‌ام نمیشه. تعجب نکن، ای بس منه، نه از اون. اونی که گردن گرفت مهتابه، اونی که گردن کلافته مهتابه، اونی که خیلی شده منم. کریم بوستان و ستار گاغم نیستن، ولی مهتاب زورم میاد بگم، ولی جلدشم، جلدش شدم وقتی با نگاش به مالی کرد. هر چقدر پول داشته باشم و هر ماشینی سوار شم و هر چقدر حجر و آپارتمان داشته باشم، بازم براش یه لقبام. خیتم کردی جلو سنم، بدهکارم کردی پیشش. بدهکارتم دورت میگردم. خدا نکنه، ولی آب رفته مگه به چوب بر میگرده؟ تو بگو من چی کار کنم؟ داداش بزرگترت هستم یا نه؟ حق توپ و تشرد دارم یا نه؟ داری داداش، جونشو داری؟ دارم داداش. ولی من ندارم، جونشو ندارم به تشرد بزنم، دست رو تولن کنم. ولی چی کار کنم؟ تو چی کار کردی با من؟ فقط خانواده کریم میدونن، قول و قسم وسطه که راز بمونه. اونو خوب میدونم، من مهتابو میگم، پیش مهتاب خیکم کردی. تو بگو من چی کار کنم؟ کفششو ماچ کنم حله؟ نه از ترس تشن، از سر دل شما. به جون شما حرف بابامون وسط بود. بابامون اون دنیا داره عذاب میکشه، شما میدونی اون دنیا هست، منم میدونم. به جون شما خانداداش، جونشو دارم بعد بزن. ندارم داداشمو بزنم، داره یه
کلمو بزنم ندارم. چی آرومت میکنه؟ این که زمان ورقب برگرده راست دارم باشی نظری حیثیت هم پیشن آموسم بره. دیدی که زمان ورقب بر نمیگرده؟ پس برو اجانه چشم رو تو شاید راه کبوده نکردم. بزن دادش میخوام بخورم. به روح آقامون قسم میگم بزن. برو بزن برو بزن اگه آرومت میکنه بزن. برو به روح آقامون قسم میگم برو برو. تلفن توکل کشوندش اینجا. سلام آقایی، برشته ها میزنی با آقا شیروانی؟ وقت کول کردن کریم بوستان و چرخوندنش تو میدونه. قیافه من شبیه آدمایی که آب از سرشون گذشته. از جونه دایی بشینه تماشا کن. میدونی چی حالم خراب میکنه؟ اینه که بچه آبجیمه، بچه طلعتی که داغی یه رکعت نماز نخونده رو به دل شیطون گذاشته رفت. این حالم خراب میکنه. سلام. سلام. هاشم مرتضی. بله. برید بیرون. خاله سلام کن. سلام. علیکی سلام. زدم تو گوش ستار، گفتم چک وعدی مال چاوشه. بفرمایید من در خدمتم. ده نیستی. این گوش مال شما. بزن خاله تا ببینی در خدمتیم. تو هنوزم که هنوزه برای کریم مستان یتیم وعدی. بابا مالشو مزدشو همه زندگیشو بالا کشیدی، اما وقتی میخواست ازت شکایت کنه دست و دلش میلرزید، میگفت من برم از یتیم بدری شکایت کنم. خب مالشو بالا کشیدی، آه گفت، منم گفتم، اما آه نکشیدم. ولی وقتی دیشب چکتو دیدم دست ستار، فهمیدم میخوای بین پدر پسرشونو به هم بزنی. آه کشیدم اما نفرینت نکردم. حالا نمیدونم نفرینت کنم یا بزنی تو گوشم. آره هم یادت میمونه، همین که نفرین پشتت نیست. نه برو الفت. چشم، گوش بده ببین چی میگم. اگه بخوای بین این پدر و پسر رو هم بزنی و به هم بریزی و وضع خراب کنی از این خرابتر که هست، اون وقت با الفت طرفی. ملتفتی مامو جان؟ بگی اون دست تو بگیر میگم. آها
داداش من میرسونی خونه؟ آره باشه. امری باشه، نه حسابی به جا میارم نه کتابی. فکر کردی میتونی پیرهن منو تو میدون بزنی سر چوب به چرخونی بعد بگی بردم بردم؟ فعلا که نه شاهدی هست نه مدرکی نه پدرکی. خسته نمیشی از بس ادای آدم خوبه رو در میاری کریم بوستان؟ آره دیگه آدم خوبه ای، نذاشتی خاله بزنه تو گوش من. تغییر روش دادم داشتم و به خاطر یه دختر، به خاطر یه زن جلوم علم کردید. حالا ساکت بودم، صدام در نیومده، شعلم اندازه شم بوده، ولی از این به بعد میخوام کوره بشم، زبونه بکشم. دیشب با پسرت حساب کردم، این چک از ذر من پاس شده است، سر کیسه سفت شده. آقا کریم بوستان از نظر مردم شما همون مرده خور چهار تا بچه یتیم حاج بدری. اگه گفتم الفت بره نه اینکه قبولش نداشته باشم، مرد بودن مزیتی نیست که بگم الفت صد تا مرد میارزه. الفت خودش یه لشکره. نذاشتم بزنه تو گوشت چون در شأن یه خانوم نیست با آدمی مثل تو عره بده تیشه بگیره. آره شأن تو چیه؟ شأن من؟ کنار خوده راز برمرا کردی باید تون بدی. من میخوام همه بدونن کریم بوستان تو صدانگ خودش رایستده. من از روشون رد میشم. وصیت آقامونه بخون. ماشینت، موتورت، لیلات، میخوام همه را ازت بگیرم. پس حالا هرچی که از همه رو خودم از خودم میگیرم. نمیدونم این همه سال پای خودم وایستادم یا آراز عشق برمیگرده تنها.